سلام بینندگان عزیز، امیدوارم که لحظات خوشی رو در حال سپری باشید. با قسمت دیگه ای از برنامه هفت هنر در خدمتون هستیم. خوشحالیم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. با ما همراه باشید با هفت هنر امروز. علی جنتی هفته گذشته طی حکمی حجت الله ایوبی را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی منصوب کرد. بنا به گزارش ایسنا، ایوبی پس از دریافت حکمش روز پنجشنبه وارد سازمان سینمایی شد و مدیریت سینمای کشور را به دست گرفت. حجت الله ایوبی از سال 1388 رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان اکو بوده و دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لیون و همچنین کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است. و خبر دیگر این که هفته گذشته بهرام ریحانی، بازیگر معروف پانتومیم کار، نمایش رو نه در سطح زمین بلکه هزاران کیلومتر بالاتر و در بلندترین قله ایران یعنی قله دماوند اجرا کرده. آنطور که او به خبرگزاری ایسنا گفته، مضمون این پانتومیم صلح و پایان خشونت علیه کودکان بوده. ریحانی درباره تجربه اجرای این پانتومیم گفته که در دقیقه دوم نمایش به دلیل دمای 20 درجه زیر صفر در حال بیهوش شدن بوده. از اجرای این پانتومیم با وجود کمبود اکسیژن و دمای بسیار پایین فیلمبرداری شده که بخشای از اون رو با هم ببینیم. جشنواره ادینبرو که به بزرگترین جشنواره هنری جهان معروف است، این روزها 67مین دوره خود را جشن می‌گیرد. جشنواره در ستایش هنر از تئاتر و رقص گرفته تا باله و اپرا، از کمدی‌های تک نفره گرفته تا حتی کنسرت موسیقی و جشنواره هنرهای تجسمی و همچنین جشنواره کتاب. جشنواره ادینبرو در دو بخش اصلی و حاشیه‌ای برگزار می‌شود که در بخش اصلی گروه‌هایی از کشورهای مختلف توسط جشنواره دعوت می‌شوند و در بخش حاشیه‌ای نیز به علت محدودیت‌های بخش اصلی هر گروهی می‌تواند با کرایه یک تالار یا حتی یک کلیسا یا یک کافه کوچک اجرای خود را در معرض دید صدها هزار جهانگرد و علاقه‌مندی قرار دهد که در ماه اوت به این شهر زیبای اسکاتلند می‌آیند. امسال در بخش بین‌المللی آثار متفاوتی برای مخاطبان از کشورهای مختلف انتخاب شده است. مردیت مانک، موسیقیدان معروف و همچنین یک گروه تئاتری شیلیایی که با ترکیب تئاتر و سینما به شهرت رسیدند و نیز گروه موسیقی لوور فرانسه و گروه رقص و باله اسکاتلند از چهره‌های خبرساز جشنواره امسال هستند. در بخش حاشیه‌ای نیز امید جلیلی، کمدین شناخته شده ایرانی بریتانیایی حضور دارد. جلیلی امسال 13 اجرا در ادینبرو دارد. از ویژگی‌های اجرای جلیلی این است که در اجرا بدای پردازی را با موضوعاتی از پیش تعیین شده ترکیب می‌کند و سعی دارد با شوخی‌هایی که حد و مرزی هم ندارند تماشاگران مختلف از ملیت‌های گوناگون را با خود همراه کند. یکی از اصلی‌ترین مایه‌های شوخی‌های او شوخی با ملیت‌ها و لهجه‌هاست که در بریتانیا رایج است.
او از پاکستانی ها و عرب گرفته تا ایرانی ها و انگلیسی ها و اسکاتلندی ها، خلاصه همه و همه را به باد شوخی میگیرد. تماشاگران ایرانی هر شب بخش قابل توجهی از مخاطبان اون رو تشکیل میدن. The fat one. And he opened his mouth and uttered his first ever words, which were... Ya ya! Ya ya! Ya wa ya! And all I've ever wanted to do is to play the Hammersmith Apollo, become the one true mayor of London, and with chicken shawarma in hand, go for a fight on the Edgware Road. Are there any Iranians in the house tonight? مرسی خیلی ممنون. مرسی. خوبی شما؟ مرسی. فارسی میفهمی شما؟ There are two kinds of Iranians. They're kind of سلام، چطوری شما؟ There's the other type. چطوری چه خبره؟ واقعا شب کجا میری؟ چطوری آقا؟ Like my family in the third row there. Should tell you that. مرسی جان. بفهمید. So I should explain what's going on here. We are very much an after you culture. Everything is after you. So who am I to do comedy when other people more, please, after you. Everything is after you. و همچنین هر ساله در آخرین یک شنبه و دوشنبه ماه اوت لندن میزبان کارناوال معروف ناتینگ هیل است. جشنواره‌ای که به جشنواره رقص و موسیقی و بزرگترین جشنواره خیابانی در اروپا معروف است. در این جشنواره شرکت کنندگان با رقص و پایکوبی و غذاهای محلی فرهنگ کشورهای حوزه کارائیب را معرفی می‌کنند. بخشی از این مراسم را با هم ببینیم. انستیتو فیلم دوحه از عباس کیارستمی تقدیر می‌کند. به گزارش هالیوود ریپورتر، آثار عباس کیارستمی در انستیتو فیلم دوحه و در موزه هنرهای اسلامی به نمایش در می‌آید. در این مجموعه 14 فیلم کوتاه و بلند از عباس کیارستمی از 13 تا 21 سپتامبر نمایش داده می‌شود که کیارستمی نیز در نمایش این فیلم‌ها حضور خواهد داشت. به گفته عبدالعزیز بن خالد، مدیر انستیتو فیلم دوحه، هدف از این نمایش معرفی و شناساندن فیلمسازان منطقه‌ای و جهانی و همچنین آموزش و گسترش فیلمسازی در قطر عنوان شده است. در این دوره از نمایش فیلم‌های کیارستمی، فیلم‌های چون طعم گیلاس، برنده نخل طلای کن در سال 1997، باد ما را خواهد برد، برنده شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز در سال 1999 و فیلم کپی برابر از ساخته شده در سال 2010 که جولیت بینوش برای بازی در آن جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم را برد به نمایش در می آید. و در خبر دیگر گلشیفته فراهانی در فیلم گلاب بازی می کند. فیلم گلاب نام اولین تجربه جان استوارت مجری تلویزیونی آمریکایی است که این روزها در کشور اردن در حال فیلم برداری است.
این فیلم اقتباسی از خاطرات مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم بریتانیا که در جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 ایران دستگیر و به جرم جاسوسی 118 روز را در زندان سپری کرد. هرچند تا کنون به صورت رسمی پیوستن فراهانی به این پروژه اعلام نشده بود، اما روزنامه دیلی میل طی مصاحبه با گلشیفته فراهانی گزارش داده که او اکنون در اردن به سر میبرد تا در این پروژه بازی کند. همچنین سایت IMDB در اطلاعات این فیلم نامی از گلشیفته فراهانی نبرده است. اوایل جولای اعلام شده بود که شهره آقداشلو در این فیلم در نقش مادر مازیار بهاری و گایل گارسیا برنال نیز در نقش خود او جلوی دوربین می رود. خبری هم بگم از ابراز خرسندی امین حیایی از بسته شدن خانه سینما. امین حیایی در جدیدترین اظهار نظرش درباره خانه سینما از این موضوع گلایه کرد که در خانه سینما به جای اینکه از کارهای سینمایی افراد تعریف شود، پنبه آنها زده میشد و مورد تمسخر قرار می گرفت. او گفت زمانی به خانه سینما می رفتیم، به جای تعریف از کار یکدیگر همه پنبه یکدیگر را می زدن و کارها را مسخره می کردن. بالاخره خدایم اون بالاست و نتیجهش می شود این که خانه سینما بسته شود. بازیگر فیلم قلاده های طلا همچنین گفت که همبستگی در خانه سینما وجود نداشت و به خاطر همین به راحتی در آن رخنه پیدا شد و عده‌ای آدم ها را به جان هم انداختند و اختلاف هایی به وجود آوردند تا عده‌ای هم سود کنند و از آب گلالود ماهی بگیرند. میشل ستپون با عکاسان ایرانی دیدار می‌کند. میشل ستپون برای داوری دومین جشنواره بین‌المللی عکس روژان به تهران سفر خواهد کرد و با عکاسان ایرانی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست توسط انجمن ملی عکاسان ایران و با همکاری دبیرخانه دومین جشنواره بین‌المللی عکس روژان روز شنبه 9 شهریور ماه از ساعت 16 تا 20 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. ستپون متولد سال 1952 در نیجریه و دانش آموخته رشته معماری است. عکاسی را از دهه 70 میلادی آغاز کرده و در طول سالهای عمر حرفه‌ای خود به بیش از 130 کشور سفر کرده و به عنوان خبرنگار و عکاس به نمایندگی از سوی آژانس‌ها و مؤسسات بین‌المللی و همچنین سازمان یونسکو موفق به خلق آثار ماندگاری شده است. میشل ستپون همراه با رخشان بنی اعتماد، سیف الله صمدیان، ساید نیکزاد و مجید سعیدی از میان 141 عکس راه یافته به دومی جشنواره بین‌المللی عکس روژان آثار برگزیده این جشنواره را انتخاب خواهد کرد. Thank you.
سیمین غانم در تالار وحدت تهران کنسرت برگزار کرد. این اجرا در روزهای ششم، هفتم و هشتم شهریور ماه بوده که سیمین غانم قطعاتی چون گل گلدون من، مرد من، آسمون آبی را برای تماشاگران اجرا کرد. این کنسرت طبق قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی فقط برای خانوم ها برگزار شد. سیمین غانم متولد 1323 در شهر تونکابون است و فعالیت رسمی خود را از 25 سالگی و در سال 1348 آغاز کرد. او دوره موسیقی سنتی و ردیف را زیر نظر محمود کریمی گذراند و مدتی نیز نزد استاد مرتضی حنانه قواعد موسیقی و سولفژ را آموخت و با استاد علی تجویدی نیز در زمینه موسیقی کار کرد. من از دور آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم خاطر های بند جدا من از اون وقت های بی تا بی میخوام من از اون وقت های بی تا آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون وقتهای میتابی میخوام، من از اون وقتهای بیتابی میخوام، من میخوام یه دست گل به آب بدم، آرزوهام و به یک حباب بدم، سیبی از شاخه حسرت بچینم، بندازم رو آسمون و تاب بدم، بندازم رو آسمون و تاب بدم، گل ایبون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، من از اون آسمون آبی میخوام، من از اون شبهای مهتابی میخوام، دلم از خاطره های بد جدا، من از اون
وقتای بیتابی میخوام، من از اون وقتای بیتابی میخوام. مثل یک از دکل قاقیا دلم آواز میکنه بیا بیا، تو میری پشت علف و گام میشی، من میمونم و گل قاقیا، من میمونم و گل قاقیا، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون لاله زار دل من، گل ایوون بهار دل من، یه بیابون. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزارم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. آدرس ایمیل و فیسبوک برنامه هم در پایین صفحه اومده و شما از این طریق میتونید با برنامه ما تماس و ارتباط داشته باشید. و کلام آخر این که چه دعایی کنمت بهتر از این، خندت از ته دل، گریت از سر شوق. تا هفته آینده برقرار و پایدار باشید. بدرود.